با درود خدمت دوستان گرامی، من فرهاد کاشانی هستم. هممون خیلی شنیدیم که آخره در 1979 یا 1157 چه اتفاقی افتاد، چرا شاه رفت، چرا مردم دیوونه شدن. گفتم یه سری باز من خوشبختانه لازم نیست به تاریخ رجوع کنم. درست در بحبوه این داستان ها من تو دانشگاه بودم، لیسانس گرفتم، فوق لیسانس گرفتم، تو سربازی بودم، نه یه سربازی، تو دو سربازی. البته خب دومیش بعد از انقلاب بود، تأثیری رو انقلاب نمیتونست داشته باشه، ولی به هر حال یه چیزایی دیدم که از تجربیات خودم میتونم بگم که من چی دیدم و من چی فکر میکنم. اولا که تبلیغات روس‌ها و مذهبیون در دانشگاه بسیار زیاد، ولی خب زیر خاک بود یا زیر رادار بود. حالا شاید ساواک دنبال اینا بوده، ولی دانشجوها مدتری، یعنی به دانشجو ایرانی میگفتی آتو روزنامه رو بخونه ببین چه خبره، نه آقا روزنامه که دولت چاپ میکنه و همش تبلیغات و فلان. ولی همون کتاب مارکس، کارل مارکس و کتاب نمیدونم کیکیک و تمام کتاب های کمونیستی رو خوندنش خیلی واجب بود برای دانشجویان، به جز من اصلا نمیخوندم، من خودم زدم به خریت فقط روزنامه رو میخوندم. من به خیلی از اگر سوادی داشته باشم از طریق روزنامه به دست آوردم. حتی شما کتاب که میخونید باید مثلا یه ماه یا دو هفته بذارید یه کتاب بخونید در مورد یه موضوع یاد بگیرید، ولی روزنامه که میخونید روزی 100 تا موضوع یاد میگیرید و همه کشورها همه مطالب رو سانسور نمیکنن. مثلا دولت ایران راجع به برزیل چه چیزی لازم نداره سانسور کنه، راجع به نمیدونم، فقط اگه مربوط به ایران بود شاید سانسور میشد، اگه مثلا شوروی بود، امریکا بود ممکنه، ولی حداقل برای 180 تا کشور دیگه این واقعیت رو می‌نویسن چون تأثیری به حالشون نمی‌کنه. و من اینا رو برای می‌خوندم و یاد می‌گرفتم، روز به روز می‌دونستم داستان دنیا چیه و چه اتفاقاتی داره می‌افته. تو ایران خودمون این داستان کمونیستا یه طرف و مذهبیون یه طرف دیگه، بسیار بسیار هم تو داشتن یواش یواش از زیر رخنه می‌کردن. یادم مذهبی‌ها، من وقتی سال 4 نمایندگی دانشجو بودم، یه روز نماینده دانشکده کشاورزی چیز انجمن اسلامی اومد به من و نماینده دیگه ای که یک دختر خانم بود، گفت آجون ما اینجا مسجد میخوایم برای نماز خوندن. من گفتم خب مسجد، ما یه اتاقی رو به شما اختصاص میده. نه اتاق نه، باید مسجد باشه و در جلوی در ورودی باشه، یعنی مثلا در وارد میشی این قیافه مسجد درست روی پیشونید باشه. همون روز من وقتی با نمایندگان دیگه ای که همکارای من بودن در دانشکده های دیگه صحبت کردم، این همون تقاضا رو انجمن اسلامی های دانشکده های دیگه کرده بودن. این چی نشون میداد؟ که اینا یه هماهنگی کامل با هم دارن، همه داستانشون با هم، یک نقشه های اون زیرزیرانه دارن میکشن که حالا ساواک خبر داشت نداشت نمیدونم، لابد نداشته دیگه که اینطور شد. و یادم مثلا چهارم یه روز من گفتن آقا حاضری در یه کمیسیونی شرکت کنی که تمام ایرادات رو بگی بدونی که بترسی که ساواک و فلان، فقط هم با اسم کوچیک میری. منم از خدا خواسته گفتم بله. ما رفتیم یه 3-4 نفر بودن کمیسیون شاهنشاهی. این کمیسیون شاهنشاهی رئیسش میگه که ارتش بود، فردوست بود، ولی مطمئن نیستم. به هر حال اینا اومدن و خب آقا به نظر شما مشکلات چیه؟ من گفتم آقا یکی از مشکلات من به شما بگم، شما برداشتید در این شهرستانا برداشتید 50% دانشجو رو دارید محلی میگیرید، میرید به زور یارو که تو دعاتش با دیپلم میتونه کت خدا بشه برش میدونی میرید دانشگاه، این کسیست که یه ماه اول وقتی که چلو مرغو میخوره بعد ماه دوم بشقابو میزنه زنی میشکنه که آقا این چیه، همه شما چلو مرغ بدین، یه ذره آبگوش بدین، یه چیزهای دیگه بدین. اینطوری از اون طرف اون دانشجو بعدی که تو شهر زندگی میکنه یه لیسانس لازم داره که بتونه سری بلند کنه و یه کاری داشته باشه، اون قبول نمیشه چون جا نیست، ظرفیت نیست، اونم میره یه جور دیگه مثلا کمونیست میشه و به یه حزبای دیگه میپیونده. به هر حال اینا یادداشت برداری کردن از حرفای من و به من گفتن که اولین باره که این مورد رو شنیدن، شاید کسای دیگه این موضوع رو به این صورت ندیده بودن و بهشون نگفته بودن. به هر حال این داستانی که بهتون میگم 3 سال قبل از انقلاب 1954، حالا دیگه اینا تونستن کاریش بکنن یا نه، لابد نتونستن دیگه، ولی دارم بهتون میگم این خیلی قوی بود، این داستان مذهبی و کمونیست جداگانه. شاه که به اینا میگه، میگفتش که اتحاد ارتجاع سیاه و چیچی سرخ. ما موقع خیلی متوجه نمیشدیم که منظور شاه چیه و الان میدونیم دیگه، الان کمونیست و مسلمون مثلا پوتین با ایران یه جوری دوست،
ایران با چین دوسته، در حالی که چین داره خودش مسلمان های خودشو میکشه، ولی ایران با چین اصلا هیچ رو از این موضوع راجع به موضوع اصلا صحبت نمیکنه، راجع به مسائل اختلاف برانگیز بین خودشون صحبت نمیکنه. به حال این دوتا بسیار قوی بودن و من میگم که هر کسی که در سال 57 در انقلاب شرکت کرده و یکی از اینا رو داشته خیانت کرده به ایران و تا ابد نباید بخشوده بشه. این شامل دانشجو، نویسنده، شاعر، خواننده، خواننده چپی که بیاد بگه آنم چای نه ایران نام چه چیه رو نفت نشسته، مال نفت نیست، پر از نفته فلان، میدونی رجوع که هم صورت میدونی، خواننده که بعد بیاد آهنگ بخونه برای محمد والا پیامدار محمد، اینا رو به نظر من هیچ وقت نباید بخشید. شاعرای چپی که کتاب ها نوشتن، شهرت هایی داشتن که این شاعر معروف فلان، اینا همشون معذرت میخوام ولی بی سواد بودن. اگه سواد داشتن میتونستن آینده رو که الان هست ببینن، بگن نه آقا این آپشنی که ما الان داریم از شوروی و چین خیلی بهتره، نه اینکه بیان به ما به رخ بکشن آقا نمیدونی شوروی اصلا اینجوری اونجوری، اصلا خبر نداشتن شوروی چه جوریه. حالا حداقل منی که حتی اون کتابا رو نمیخوندم یه چیزایی میدونستم، یه بابایی رو که رفته بود شوروی برگشته بود استاد دانشگاه بود، اینو که ریش آوردن ازش پرسیدم آقا چی بود داستان، گفت من اونجا که رفتم استاد دانشگاه مقابل اومد من طرف من فرودگاه، منو برد طرف ماشین، گفت راننده تو ماشین پیاده نشد، سویچ رو داد از پنجره بیرون که چمدونا آقا رو بذار تو، یعنی راننده اصلا در چیز شأن خودش نمیدیده که بیاد برای استاد دانشگاه کشور دیگه در واکنه صندوق رو باز کنه. بعد یارو خود استاد به این میگه، میگه آقا اینجا همه این کارگرا حکومت میکنن، الان مثل جمهوری اسلامی خودمون همه کارگرا شدن رئیس پاسدارا و رئیس این و رئیس اون، آدمای حسابی شدن مستکبر و دزد و فلان، از مملکت اخراج شدن. عملجات معذرت، معملجات منظورم کارگر ساختمانی نیست، بخوام بگم باید بگم کلمه اسکل ها شاید بهترین کلمه باشه، اینا اومدن سر کار کارا رو گرفتن. به هر حال من این دو گروه چپ و مسلمون رو هیچ وقت نمیبخشم بیان معذرت بخوان و دیر فهمیدیم، و حتی بعضیشون بودن 5 سال 10 سال 15 سال با همین رژیم همکاری کردن، بعد حالا شدن مفسر سیاسی تو تلویزیون رادیو، و ما هم به حرفاشون گوش میکنیم، تفسیرهای خوبی هم میکنن چون اطلاعاتشون دست اول خودشون تو سیستم بودن دیدن. یکی دیگه از اشکالات اون موقع حزب رستاخیز بود، حزبی که شاه درست کرد. خود من تنها ایراد بزرگی که از شاه میتونستم داشته باشم درست کردن حزب بود که در واقع دیکتاتوری رو خیلی رسمیت بهش میبخشید، که فقط یه حزب بریم به نام رستاخیز، حالا تو این حزب تو میتونی شاخه دست راست باشی، شاخه دست چپ باشی. این کار درستی نبود و فکر کنم به احترام شاه و اینا لطمه زد. جبهه ملی هم که همیشه در صدد بودن که بگم مصدق جان اینجوری و مصدق اونجوری و فلان، الان ما میدونیم که داستان چی بوده و این کودتا کودتای کی بر علیه کی بوده، و این جبهه ملی هم بعضیشون رفتن در خدمت این دوستان، بعضیشون سرشون بریده شد سر همین کاری که کردن و بعضی اعدام شدن، به هر حال اینا هم نقش کمی نداشتن. از دیگه دلایل دیگه کارتر کلن از این که میدید که قیمت نفت داره میره بالا دلخور بود، از بقیه هم شنیده بود که آقا اینا نفت رو دارن هی میبرن بالا، الان که من اینجا هستم میفهمم از قیمت نفت میره بالا چه اتفاقی میفته و چه دلخوری های پیش میاد. و از بهانش چی بود؟ اومد نمیتونست نفت رو بهانه کنه، اومد گفت حقوق بشه، به شاه گفت باید حقوق بشر رو رعایت کنی، و شاه هم بدبخت مریض احوال هم بود دیگه نمیتونست خیلی مقاومت کنه، رعایت کرد. این روزنامه ها شروع کردن فحش دادن، یعنی از اون روزی که یه ذره سر کیسه شل شد اینا آدم های بی جنبه یه مرتبه شروع کردن دیگه این فاسده اون فاسده، این خرابه اون خرابه، این چیه چی، و یه محیط خیلی بدی رو وجود دادن. بلکه خب کارتر معلوم شد که به خمینی هم کمک مالی میلیون ها دلار در حد 120 میلیون دلار کرده بوده که بیادش سر کار جنرال هایزر رو فرستاده بوده که جلو افسرهای ارتش رو بگیری یه موقع کودتا نکنن. البته این رو هم بگم افسرهای ارتش ایران در رده خیلی بالا اکثرا متاسفانه آدم های بیورزهی بودن، یعنی آموزش دیده بودن که کودتا نکنن، یعنی شاه تونست 37 سال سلطنت کنه، تو کشورهای دیگه مرتب کودتا بود، یه افسر ارتش بلند میشد و کودتا میکرد و رهبر رو میداخت بیرون و اعدامش میکرد و خودش میشد رئیس، از جمله در کشور عراق همسایه خود ما.
شاه چجوری تونست 7 سال حکومت کنه کودتا نباشه؟ سعی میکرد اون افسر بالا بالایی رو یه کسایی بذاره که مثلا شلوول بودن، تصمیم بگیر نبودن، تمام کمان که وقتی انقلاب هم داشت میشد هیچ کدومشون یکی دوتاشون حرفشو میگن زده بودن، ولی اکثرا آدمایی بودن که نه بدن کاری بکنن برای شاه و زحمتی براش بکشن. عامل دیگه خود این فرماندهان بیورزه بسانه یکی از آیتمان، یکی دیگه این افراد فاسد دوربر شاه، متاسفانه شاه اینا رو نگر میداشت و یه جوری نمیشد که ملت بفهمن آقا اگه فاسد باشی اخراج میشی. وقتی سعیمی ترین دوست شاه سبب و دعیادیه که رهبر کل مفسدین، مدیر عامل 30 تا شرکت و این حرف هاست، از 30 جا حقوق میگیره. آقای هوشنگ دولو قاجار که به قول خود علم 30 کیلو تریاک صندوقش پیدا میکنن، میگه این مال مصرف شخصیه، 30 کیلو مصرف شخصی. اینا چیزاییست که به هر حال دامن زد به این آتیش. این آتیشه مثل که یه چیزاییش وجود داشت، بقیه هم دیگه ملت هر کسی یه چیزی انداخت توش و آتیش زد و بدترش کرد و این شد که خلاصه این داستانی که الان داریم. به هر حال امیدوارم که دفعه دیگری اگر ما دوباره زندگی خوبی در ایران پیدا کردیم مثل زمان شاه، این دفعه دیگه با این چیزهای الکی و چیزهای کوچیک ور نداریم بر علیه دولت بلند شیم و دولت رو بخوایم عوض کنیم به خیال اینکه اون بعدیه خیلی بهتر خواهد بود. و یه چیزی اون موقع من شنیدم، میگفتن هیچ بدی نرفته که به جاش بدتر نیاد. واقعا ما اگرم شاه حتی بگیم بد بود، اینی که اومد که خیلی بدتر بود. بنابراین امیدوارم دفعه بعد ما همچین اشتباهی نکنیم. خوب و خوش باشید.